دوستای عزیز سواره خوش آمدین. قسمه که سبور جان گفت در نخست در بخش معارف قرار داریم و باز هم در روز یک شنبه یک تن از شاگردان لایق ولایت جوزجان با ما همراه هستن که خیلی اینا تلاش های زیادی میکنن تا بتونن تا صنف 12 همین قسمه که هست تا این صنف 12 را به همین گونه ادامه بدن. سلام صبح بخیر خدمت سینا، خوش آمدین، صبحتون بخیر باشه. تشکر، سلام و عرض ادب خدمت شما صبور جان، خدمت شما نجلا جان و خدمت تمام بینندگان تلویزیون بگ و یک سلام خاص و گرم خدمت تمام افسران شجاع و دلیر افغانستان. رستم محمدی هستم، متعلم صنف 8 مکتب تجربوی دارالمعلمین. خیلی خوب رستم جان، خود تباس هم خوش آمدید میگیم در برنامه نشیم و صبح امیدی که همیشه موفق بوده باشی. میشه در آغاز در مورد خود و زندگی خود و دنیای از مکتب که تا امروز صنف 8 مکتب قرار است که شروع بکنی در سال جدید، چگونه سپری کردی این دوره متعلمی را؟ امی دوره متعلمی که مگذرد بر ما بسیار به خوشی مگذره، یعنی امی درسای ما بسیار به شوق میخوانم، همچون که من امی پیش از اینکه به مکتب شامل شوم بسیار علاقه داشتم. بعد که من مکتب رفتم، ای ما اول نمره گیره گرفتم، از امی صنف اول تا صنف 8 ما با هم صنفان خود به شکل رقابت پیش می رفتم، زیرا که امی کسی که در رقابت باشه به خاطر امی یک زندگی خوب می داشته باشه، رقابت که باشه در زندگی انسان می تونه به یک جای به معارضهایش برسه. باز که من از این صنف اول تا صنف 8 که اول نمره بودم با هم صنفانم بر رقابت درس میخوندم و خودم هم دو تایم کورس میرم، یک تایم انگلیسی و ریاضی. بسیار خوب. خب دوستای عزیز، رستم چون با رقابت پیش میره و قسمی که اینا گفت اگر ما با رقابت کار را انجام بتیم میتونیم در کار موفق شیم. باشه، رقابت سبب پیشرفت در زندگی میشه. البته صبر چون رقابت سالم باشه دیگه. بله، رقابت سالم. خب رستم چون خودت بر ما بگو دهی هرسی که خودت حسن اول تا صنف 8 اول نمره بیشتر خود تا در عرصه کی حمایت میکنه؟ در مجموع تمام فامیل ما را به درسایم حمایت میکنه، بخصوص پدر جان، مادر جانم، برادرانم و خواهرانم حمایت میکنند. آنها سر ما بسیار تلاش میکنند، کوشش میکشند که تا ما دمی آینده به ما اهداف بزرگ خود برسم. بسیار خیلی خوب. در کدام مضامین بیشتر خود علاقه داری در مکتب و در اوقاتی که دلتنگ باشی یا بخوایی کتاب را بخوانی و مطالعه بکنی کدام مضمون از مکتب خواهد بود؟ در اصل در تمام مضامین مکتب علاقه دارم. در مجموع مضامین تشریحی که مانند مضامین کیمیا و ساینسیات که می باشه در اینها بسیار علاقه دارم، مضمون ریاضی را هم خوش دارم و در اوقات بیکاری خوش دارم که در باره کیمیا معلومات کده بشینم، مضامین کیمیا را مطالعه میکنم. بسیار خوب. رستم چون تباری دوستات بر ما بود که در مکتب هستن و خودت همچنان رقابت سالم همراهشان داری، آیا آنها گاهی و اوقات همراهت بخیلی میکنن چون تو اول نمره صنف هستی؟ نه، تا بالا خوب بخیلی نکده و دوستای من مثل خودم خوب درس میخوانن، بسیار کوشش میکشن تا که در آینده دم و اهدافشان برسن. بسیار خوب. خیلی خوب. در اوقات بیکاری فارغ از مکتب میشی، خودت با کدام کارها مصروف میکنی و خوش داری در اوقات بیکاری چی کار را انجام بدی؟ در اوقات بیکاری که از مکتب که فارغ شدم بعدا در طرف کورس میرم، کورس که آمدم خوش دارم یک 5 دقیقه یک 10 دقیقه وری فوتبال کنم. خیلی. بسیار خوب. غیر از اینا چون قرار است بعد از سال نه شاید هفته دیگه که آغاز هفته شد مکتب ها همچنان شروع شد و چقدر بر درس هایی که به سال نو هست برای از اونا تیاری گرفتی یا آماده هستی؟ 100% آمده استم، به خاطر که پیش از اینکه مکتب ما شروع شوه اول دما کتاب تسلیم میکنه، بعدا من کتابکای ما گرفتم مطالعه میکنم، خصوصا به اوقات بیکارین زیاد مطالعه میکنم، میشینم سرشان تلاش میکشم، حفظشان میکنم تا در مکتب که شروع شوه آماده باشم. بسیار خیلی خوب. خودت تا چی آماده است میکنی به اینکه سال جوری که سال آینده که چند روز بعد خواهد بود مکاتب آغاز میشه بتونی باز هم اول نمره گیره در سال آینده بگیری؟ بسیار خوش هستم که مکتب شروع میشه، یعنی خداوند امید ای را میده که هر یعنی زندگی در گذر میباشد. من بسیار خوش هستم که همین مکتب ها شروع میشه، کلگی مصروف درس ها میشه،
و از ساتیری های خطرناک جدا موشن. بسیار خب، از استادای دستم جان برای ما بگه چقدر استادا دیگه هر زمرای تو همکار هستن گاهی وقت، چون همیشه وقت ما نمیتونیم در هیچ مضمون مشکل نداشته باشیم، شاید خودت هم در مضمونات که خیلی مشکل هست برای اونا مشکل داشته باشی، چقدر پیش استادایت میری و اونا همراه خودت همکاری میکنن؟ در اصل نجلا جان تمام استادای مرا مثل اولاد خود میدانن، تمام استادای برام کمک میکنن، تمام استادای من مثل مادر معنوی خود دوست دارم و در اصل خامی مضمون عربی برام کم مشکلی میکنه، زیرا امی زبان اصل مردم افغانستان نمیباشد، یک کم مشکلی میکنه و استادای من در اوقاتی که بیکاری باشه، ساعتای بیکاری داشته باشن، میرم در پیشم با ما همکاری میکنن. در زندگی کدام اهداف داری که اون اهداف قسمی که گفتی خانواده ما را همیشه حمایت میکنه، با هدف که در زندگی دارم با هدف برسم، پس با هدف چی است؟ من خوش دارم در آینده یک دکتر مهربان شوم. مهربانی را خودت چگونه اسم میکنی که مهربانی خودش چی است؟ یعنی دکترها میتونه با مریضای خود خوب رویه کنه، اما بعضی دکترها میباشد که با مریضایش خوب رویه نمیکنه. من خوش دارم که همتی یک دکتر باشم. خیلی خوب، گزینه خوب هست. و ما همچنان امیدوار هستیم تو که به یه هدف که داری، به یه آرزوی که داری انشاءالله برسی. خب رستم جان بر ما بگو که چقدر در اوقات بیکاری مطالعات بیرونی داری و مطالعات بیشتر میکنی؟ در اوقات بیکاری مطالعات زیادی میکنم، بخصوص امی که پیشتر گفتم مضامین کیمیا را زیاد خوش دارم و زیاد دربارهشان تحقیق میکنم، مطالعه میکنم درباره دانشمندهایشان. خود در مکتب اول نمره هستی و طبعا در 8 سال که مکتب گذاشته 7 سال صنف 8 هم هستی فعلا؟ شد صنف 8 شدی؟ بله. خیلی خوب، 7 سال که گذاشتان دیمش یک از خاطرات خیلی خوب ده از دوران مکتب بر ما قصه بکنی که بین صنف بین صنفیات شده باشه و خیلی بر خوشایند بوده باشه، هیچ وقت فراموشت نمیشه؟ در اصل تو خاطره جالب ده یادم نیست و نمیفهمم، من خاطرات زیادی میباشه در دوره مکتب. بله، هر روز شده خاطره باشه، اما بله، اینکه کدام خاطره جالب بوده باشه فراموش شده باشه. بله. خب فعلا صبور جان، خاطراتی که در دوران مکتب ده 7 سال برش گذشته حتما تمامش فراموش کردی و ما همشان امیدوار هستیم ده سال پیش روی با همراه با سنفیات همراه با استادان تک خاطرات خوب داشته باشی. خب رستم جان، میشه تباری حسی بر ما بگوی که خودت چقدر با برنامه ریزی کارهایت نظر به تقسیمات کاری پیش میری؟ خب من در اصل یک تقسیمات کاری دارم، به خاطر درسای بیکاری و به خاطر که یک اوقات انسان در زندگی روزمره‌اش یک اوقات بیکاری می داشته باشد و به خاطر درسایش چی وقت بشینه درسای کورسش بخونه، مکتب آمادگی بگیره و چی وقت بره یک 5 دقیقه تفریح کنه، من نظر به اون تقسیماتم پیش میرم. بسیار خب، خیلی خب، اینجا رسم چون بر ما شد شهادت نامه و تصدیق نامه شمشن نهارده که در مکتب بوده. آها، اینا اطلاع نامه شون هست. بله، که از مکتب گرفته و در صنف ای تقدیر نامه تحصیل نامه صرف مدیره تومی متوسط تجربه از خود مکتب برشانه شده که مترم صنف ششم عرف در جشنواره علمی و عملی ساینس بک ابتکار داره مکتب همکاری مدیره تومی مرکز ساینس صورت گرفته و شایستگی نشان داده. خب یک تحصیل نامه هست طرف خود مکتب است که از اینکه خودش موفق بوده در صنف و هم در بخش ساینس این تحصیل نامه رو برایش اهدا کرده. و همچنان دوستو عزیز، رستم جان از این صنف اول تا صنف 7 البته اطلاع نامه که گرفته، یعنی از صنف اول تا 7 این مقام حوال نمرگی را از آن خود کرده، اطلاع نامه شان همچنان آورده که در اینجا همه یک اطلاع نامه دیگه شان همچنان خواندم. نمره‌ش حتی یک نمره همچنان کمبودی نداره و اول نمره بودن از صنف اول تا صنف هفتم یا هشتم که فیران هستن. بله، تمامش 40-60 است. خب رستم جان، همیشه هم رقم موفق باشه و موفقانه بوده رو در زندگی. در مکتب از کدام مضامین خیلی بدت میه؟ از مضامین، از هیچ مضامین بدم نمیه، تمامش کوشش میکنم در شوق بخونم و تمام مضامین مکتب دوست دارم. چون صبر جان بعض از دوستای ما هست وقتی که مکتب شروع میشه از مضمون ریاضی زیاد شکایت میکنن که من نمیتونم ریاضی را یاد بگیرم. سه مضمون خصوصا فیزیک، ریاضی و کیمیا. بالعکس من دو مضمون رو خیلی شوق دارم و به خوبی یاد میگیرم. بسیار خوب است. قرار باشه کسی امتحان کنکور میده و در
کنکور باید موفق باشه، توانی مضامین باید بیاش بیشتر سرش تمرکز بنو، این مضامین اساسی در امتحان کنکور است. خب به تشکری میکنیم رستم جان از خودت که امروز در برنامه با ما همراه بودی و گفتنی آخرت برای دوستای عزیزی چی هست؟ من یک پیام خاص دارم به خصوصا به همسینین خودم، تا درس بخوانن کوشش کنن تا در آینده به ما اهدافی که داشتن به ما اهدافشان برسن و دیگر اوقاتشان را بیجا تلف نکنن، کوشش کنن همیشه وقتشان را درس ضایع کنن، امرو در ساتری را ضایع کنن. خیلی خب باز هم سپاس، با امیدی که خودت با این ارزو و هدف که در زندگی داری میخوای یک دکتر مهربان شدی. واقعا دکتران باید مهربان باشن، چون مریضان کسان هستن که نزد اونها دوچار هستن که باید بیاین و معالجهشان بکنن و با رویه هایی که زشته که دکترها بعضشان دارن اونا نمیتونن به شکل درستش اما مریضی خدا بگن و با دلگرمی نمیتونن با اونا صحبت بکنن. واقعا یکی از گزینه های خوبه که باید یک دکتر داشته باشه، باید همیشه مهربان باشه. ما همچنان آرزو میکنیم که یک روز یک دکتر مهربان باشه و با امید از این روز که قسم که رستم جان گفت این میخواه یک دکتر مهربان شوه، دیگه دکترای ما همشون هستن، بعضی هاشون که امرو با مریضاشون زشت رفتار میکنن، با امید روز اینا هم بفهمن مهربانی چی هست و امرو مریضانشون مهربان رفتار کنن.